آیا اختلافات در جمعیت اسلامی افغانستان حل شده است یا نه؟ این حزب با کی بالاخره ریاست نو را خواهد داشت؟ گفتگوهای دوحه و این روند ناکام است یا نه؟ هنوز فرصت زود است برای اینکه بدانیم این گفتگوها موثریت خواهد داشت و بالاخره موثریت هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان در این گفتگوها چقدر بوده؟ جدا از بحث گفتگوهای سال و جمعیت اسلامی افغانستان، جنگ در شمال افغانستان کماکان ادامه دارد و شمال افغانستان امروز یکی از مناطق ناامن در افغانستان است برخلاف گذشته و در نهایت عده‌ای از رهبران کلان سیاسی در شمال افغانستان این تصمیم را دارند که برای سرکوب مخالفین دست بلند کنند. نقش کشورهای منطقه و تحولات مثل پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا چه تأثیر بر وضعیت افغانستان خواهد گذاشت؟ روی این موارد و گونه گسترده در این گفتگوی ویژه با آقای عطا محمد نور رئیس شورای اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان بحث خواهد کردیم. آقای نور بسیار تشکر که فرصت گذاشتید. تشکر جناب منصور صاحب، شما خوش آمدید. سلامت. نخستین پرسش را می‌خوام این گونه مطرح کنم. کنگره جمعیت مشترک با آقای صلاح الدین برگزار میشه؟ عرض سلام دارم به همه هموطنان عزیز، جناب منصور صاحب جوان، با شما و همکارای عزیزتان و شبکه محترم و موفق یک. پیش از که به این سوال بیایم، جمعیت یک حزب فراقومی افغانستان شمول و ارزش محور بیشتر از نیم قرن است که مبارزه میکنه و در تمام معادلات سیاسی حضور گسترده و محوری داشته و اساس جمعیت هم بر مبنای گذاشته شد که جمعیت برای میراثی شدن قدرت مخالف است و در راستا مبارزه میکنه تا عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی تأمین شود و ما یک حزب مردم محور و مبتنی بر اراده مردم و همچنان مربوط به همه اقشار و اقوام مختلف و جغرافیا و گوشه های مختلف افغانستان تا اقصا مناطق مربوط به اونا بوده باشه. روی منظور رهبر شهید کمیسیونی را به نام تدارک بینی دار کردن کنگره ایجاد کردن که اصلا چند نفر عضویت داشت، چند تاش فوت کرده، خدا رحمتشان بکنه و بخی کلی حضور دارن. قرار بود که اونا در هفته اول یا هفته دوم ماه میزانی که در 29 سنبلش استاد شهید شد، رهبر ما شهید شد، کنگره باید دایر میشد که همه چیز آمدگی گرفته شد. خب تقدیرات الهی بود، رهبر شهید شد و ما جمعی از بزرگا و مسئولین جمعیت که اعضای رهبری وقت 9 نفر بود استاد شهید شده بود و 8 نفر ما بودیم، ما تصمیم گرفتیم برای دو ماه سال دن خان ربانی فرزند ارشد رهبر شهید سرپرست تعیین بکنیم تا امو آرزو و خواسته رهبر شهید توسط فرزندش عملی بکنیم، یعنی کنگره باید دایر شد. متاسفانه از اون 9 سال گذشت چون کار نشد. به اساس نامه جمعیت هر دور انتخاب شدن یک رئیس یا رهبر برای 4 سال است، یعنی اگر انتخاب هم میشد، کنگره هم دایر میشد، دو دور جمعی 1 سال ربانی صاحب فرزند رهبر شهید ما مسئولیت جمعیت به دوش داشتن و در این راستا مسئولیت گرفتن، ولی کارهایی که بر وفق مراد بده باشه انجام داده نتانستن. بعدا تصمیم به این شد که باید کنگره دایر شود که در 9 سال نشد. بعد از اینکه کشمکش های پیش آمد و رفتن جمعیت به طرف بحران، یعنی مخالفت با حکومت و مشروعیت حکومت زیر سوال بردن، مشروعیت شورای مصالحه ملی زیر سوال بردن، ریاست دکتر صاحب الله را به شورای مصالحه ملی زیر سوال بردن و مذاکره را رد کردن، طبیعی بود که هم ما با ملت روبرو می شدیم و هم با جامعه جهانی که این روند حمایت میکنه، یعنی موافقه ای که دکتر صاحب غنی رئیس جمهور شد و دکتر صاحب عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی و روند مصالحه هم را افتید، ملل متحد یعنی اون ما و همچنان امریکایی ها، اروپایی ها، تمام شریک های بین‌المللی افغانستانی را حمایت کردن، پیسرش بدن. پس ما هم در برابر مردم قرار می گرفتیم که صلح میخوان، هم در برابر جامعه جهانی، ملل متحد، امریکایی و اروپایی ها. ما هر چی استدلال کردیم که باید کنگرم دایر شود، در جمعیت هم اصلاحات بیاید و
در این شرایط ما به طرف بحران نرویم. یک شرایط خلق کردن بحران گاهی نیاز می بود. نظام حوصله را داشت که در برابر حکومت یک بحران خلق میکردیم. بحران خلق کردن خود مدیریت میخواد. گاهی نیاز می باشه که بحران خلق کنی، بحران را مدیریت کنی و برنامه پس از بحران هم داشته باشی و آنچه را که میخواستی در پس از بحران به دست باید بیاری. او حوصله داشتم حکومت در چارچوب نظام. اما فعلا خلق کردن بحران و مشروعیت حکومت زیر سوال بردن جز به تقویه تحریک طالبان و یا کسایی که حوزه را آشوب زده بسازن و ملتحد بسازن برای خود نفع بگیرن، برای مردم ما و برای جمعیت نفع نبود. جمعیت در این زوا می رفت. ما بر اساس امی که جمعیت به بحران نروه و رئیس افسلودین خانی را بونی را قناع داده نتانستیم. البته بار بار من خودم رفتم، با منصب جمعیت آقای نقیبی رفتم، با شخصیت هایی از شورای رهبری رعیت این که رفتن و دوستای زیاد میانجیگیری کردن. بعد تصمیم ای شد که تا دایر کردن کنگره و همچنان دیدگاه همه به اتفاق یارا، نه به اکثریت یارا، چه از 64 نفر موضوع شورای رهبری داشتیم برقت و سهش فوت کرده بود، 61 حضور داشتن. از 61 سه نفر هم مربوط به شورای انسجام جمعیت بود که اونا روش تازه ای دارن که انشاءالله مشکل با اونا هم حل میشه. اونا در جلسات اشراق نمیه. میمون 58 نفر. از 58 نفر 48 نفرش همه رای به اتفاق یارا رای دادن که ما حکومت مشروعیتش زیر سوال نمیبریم، بحران خلق نمیکنیم، مصالح ملی را قبول میکنیم، دکتر عبدالله را حمایت میکنیم، البته در پروسه صلح و مذاکره را حمایت میکنیم، چون دیدگاه و خاص کل مردای عزیز ماست. و در پولی که اعضای شورای رهبری تحت ریاست جناب ربانی صدایی اواخر نمیرفتن، در جلسه حاضر پیدا نمیکردن، حضور پیدا نمیکردن، تصمیم برای شد که برای مدیریت جلسات شورای رهبری و سرپرستی و یکی از محسنترین از بنیادگذارهای جمعیت استاد شاداب، سید عنایت الله شاداب سرپرست این بکنیم و ما مصمم هستیم که کنگره را دایر بکنیم. البته با مشوره انتظاری داریم که همه طرف ها مشکل حل شده باشه. جناب استاد، پیشرفت وجود نداره برای حل اختلافات؟ دوستای میانجیگیری زیاد کردن، مثلا یک مجموعه به نام مجموعه اصلاحی جمعیت از شخصیت ها و چهره های نخبه جمعیت اسلامی هستند، اینا رفت آمد کردن، ما برشان صلاحیت دادیم. یک مجموعه کلان دیگه از فرماندهان بسیار بزرگ و قدرتمند، قبلا همراه فرزند عماد صاحب کار میکردن، فرزند شخصیت های بسیار نامور و نامدار جمعیت اسلامی است، اینا هم میانجیگیری خود کردن، ما بهشان صلاحیت دادیم. یک مجموعه کلان دیگه به نام خواهران و برادران وصل جمعیت، آقای سید نبی نبیل و شخصیت ها و چهره های بسیار نامدار دیگه که من اگر نام بگیرم یک لیست بسیار کلان است، اینا هم تلاش کردن. متوالی خرقه مبارک قندهار و شخصیت ها و برادر جمعیت ما از قندهار و قوم شریف محترم علی کوزه و سایر اقوام، اونا هم میانجیگیری کردن، اونا رو ما صلاحیت دادیم و دوستای زیاد دیگه که شاید من فراموش بکنم. اینا نتونستن که آیسه بدرت علی هم میانجیگیری کردن، با وجودی که از جمله کسایی که رأی داده از جمله 48 نفر، ولی بازم کوشش کردن که و دلیل این که اختلافات حل نمیشه هنوز آقای صلاح الدین بر موضع خودش پافشاری داره. بله، مشروعیت حکومت به رسمیت نمیشناسه که ما نیاز نمیدونیم فعلا. یک، مشارکت قبول نمیکرد، با وجودی که در مشارکت ما از تیم دکتر صبا عبدالله نه وزارت میخواستیم، نه ریاست و نه ولایت و نه وزارت، هیچ چیزی نمیخواستیم. ما گفتیم که خب نام جمعیت رئیسش پشت سر دکتر صبا عبدالله یده کرد و به مشوره دیگر رفته بودی، حال خب یک چیزی فیصله به میان آمده، دکتر صبا عبدالله سهم خود باید بگیره و برای کادرهای جمعیت بته چنانچه که باز دادن. حال مثل آقای معنوی، مثل آقای اخلاقی، اینا حضور دارن در کابینه، خدا کنه که امروز بخیر رای بگیرن. فیصله ما با همه دوستای می بود که به خاطر نجات کشور از فرهنگ سرپرستی و تقویه نظام و شکست دیدگاه جنگ افروزانه تحریک محترم طالبا باید برای کلی رای بدن، ولو که کسی را خوش هم ندارن برای رای بدن. میاییم در این موارد.
آقای صلاح الدین به عنوان رئیس جمعیت میره همایشهایی برگزار میکنه و به باور خودش این همایشها میلیونی هم است. آقای نور، وقتی اختلاف حل نشده و هنوز شما هم سر موضعیتان هستین، اونا هم، شما چرا در یک گوشه نشستین؟ چرا صدایتان بلند نیست مثل که آقای صلاح الدین همایش برگزار میکنه؟ فعلا ما نمیخوایم که با صلاح الدین خان ربانی تقابل بکنیم و در جمعیت تقابل درست نیست، وگرنه در هر گوشه، در هر ولسوالی ما چند برابر گردمایی عزیزای ما که گرفتن در هر گوشه ای از افغانستان و ولسوالی ها و قریه های افغانستان رو میتونیم بالاتر و اجتماعی بزرگتر از اون. چون ما 40 سال مبارزه میکنیم، با متن مردم هستیم. حالا کسایی که نو پا به مبارزه گذاشتن تو فکر نکنن که همه مردم دماشتشان است. یک بازی های احساساتی و عکس العملی است و به اون خاطر ما نخواستیم زیاد تقابل کنیم که چالش زیاد نشه، چون گرده همایی باید برنامه وجود داشته باشه، برنامه محور آدم باشه، برنامه خود به مردم باید بگه. برای یک کرا دادن و پول دادن و مصرف دادن از جاهای کسایی را وظیفه بیتی، اربابا و ملکا را وظیفه بیتی، یک مردم به زور بخوای جمع کنی، جمع کردن میتونه بازی خونه. اجازه بدین این گونه بپرسم، اعتبار جمعیت پیش شما و کسایی است که کنار شما ایستاد شدن در این صف یا پیش آقای صلاح الدین و همراهانش؟ شما قضاوت بکنین که از 58 نفر که بعدش هم در خارج و جای دیگه بود، 48ش ویدو وجود داره، تصویر وجود داره، دستا کلش بالاست، یک یک ماده تشویق کردیم و کلی کلش هم امضا کردن و او طرف هر چی که کوشش میکنن 6 5 6 7 8 نفر زیاد جمع کردن نمیتونن از اعضای رهبری. پس حق طرف کی ادی که ما زیاد انعکاس نمیتیم و نمیخوایم چالش بیشتر شوه و نمیخوایم که یخ بندی بیشتر شوه در تفاهم. او چیز دیگری است. وقتی که ما 6 8 نفر صلاح الدین خان ربانی را سرپرست این کردیم، ولی از 8 نفر مارشال صاحب خدا رحمتش کنه فوت کرد، فقیری صاحب خدا رحمتش کنه فوت کرد و 6 دیگه هستیم. از 6 1 نفر با رئیس صلاح الدین خان است که جناب مسعود صاحب هستم، از ضیاخان مسعود، و بقیش هم کلش در جمع امی 48 نفر است. امو اعضای رهبری اصلی و سابقه جمع 48 نفر یا در مجموع 48 نفر اعضای رهبری ما خط فعلی یک تصمیم گرفته، او 8 نفر مشروعیت داشت ولی مشروعیت نداره. خب قانون خب اما چیز واضح هست، قانونی جناب استاد عذاب هم معلوم است و طرز العمل حزب هم معلوم است. ما صلاح الدین خان از ورای در کردن کنگره به میان نیارده بودیم، تصمیم معمول جمعیتی گرفته بودیم، با می تصمیم کسی دیگر آورده. از احمد ضیا خان مسعود نقل قول کردین. قبل از اینکه به شما بیام یک صحبتشو نشنیدم. شما انتقاد کرده بودین امو زمان هم از میراثی بودن رهبری جمعیت و نمیخواستین میراثی باشه. آقای احمد ضیا مسعود در واکنش به همی حرفتون و بی بی سی گفت که ما یک خانواده با اعتبار هستیم. این حرف را شما چی برداشت میکنید؟ در این شک این است که رهبر شهید یک عمر مبارزه کرده و یک شخصیت حتی بگویم که فراکشوری بود در جهان اسلام و در سایر گوشه‌های دنیا نقش خود داشت و مطرح بودند و قهرمان ملی جایگاه خود داره که چهره بی بدیل است. بدون شک هیچ یکی به رکاب اونا رسیده نمیتونه، نه از خانوادهش نه کسی دیگر هم. اما این بازی به این معنی نیست وقتی که اینا خود به اصطلاح برند معرفی میکنن، یک مار که بی بدیل معرفی میکنن. وقتی که چونین است باید نسل به نسل میراثی به اینا قدرت حزبی باید داده شود، نه، باید زحمت بکشن، نقش ایفا بکنن، خودشان مثل رهبری شده و مثل قهرمان ملی روش کنن، به این بالایی بهتر است. چون ما احترام به اراده مردم داریم، ما احترام به روش سازمان خود داریم، به اساسنامه خود احترام داریم. در هیچ جای اساسنامه ما نیامده که یک کسی که اگر مسئولیت های کلانی را داشت یا رهبر بود یا این بود یا فرمانده بود بعد این سلسله میراثی دوام بکنه. یک حرف بسیار در قرن 21 یک حرف بسیار پیش پا افتاده و شرم‌آور است. بحث دیگه را که آقای احمد ضیا مسعود مطرح کردن، مؤثریت شما در ریاست شورای اجرایی جمعیت اسلامی برای جمعیت چی بوده؟ این ما بودم که
یک حولی بسیار کلان، تعمیری کلان نواجد اکبر خان و سرحد شیرپور اینجا دفتر مرکزی جمعیت گرفتیم. تمام کمیته ها را فعال کردیم، تمام دفاتر از صاحب موتر، کمپیوتر، مبل و فرنیچر، میز کار، هر چیزی که فکر میکنین تنظیم کردم. و اوایدی که ما داشتم یک پول بسیار گزاف خوبه به دفتر مرکزی واضح بگویم ما 50,000 دلار برایشان پرداخت میکردم که کمیته های ما دستش به هیچ کس دراز نشه و ماش داشته باشن و مصارف دفتری و روزمره خودم داشته باشن. تمام کمیته ها مدیریت میشد، کمیته سیاسی، کمیته فرهنگی، کمیته دولت تنظیم، بخش های مختلف، کمیته اموری زنان، در هر بخشی که فکر میکنیم که کلش حال بیاد منه، کمیته علما، شخصت های نخبه و خدمتگزار در رأسش آمده بود. اینا امروز بسیار به فکر دارم کار میکنن. یک سال یک نیم سال بعد رئیس جمعیت لازم دید که این دفتر را بسته بکنن و بیارن در یولی بسیار کوچک. حالا که 12,000 دلار یولی یکی از برادرای پنشیری ما بود، 12,000 دلار کرایه شما میدادم. ما گفتیم خب سنگینی خود سر شما نیست، مصرف من میدم و خودم هم در مزار هستم، چیزی اونجا رفته به مدیریت اونجا نمیکنم که کسی تشویش بکنه که والا ریاست از من نگیره. به من خاطر زیادتر کوشش میکردم در مزار بوده باشم. متاسفانه که تمام علوم اساسیه از بین رفت، کمیته ها لغو شد، به یک اولیگه که کوچک مخر آوردن و سیستم از هم پاشید. باز ما دیگه زیاد مداخله نکردیم، هر وقت نخواستم که بینیم مشکل خلق شد. پس این صحبت های آقای احمد ضیا مسعود مقدماندانه است از نظرشون؟ مسعود صاحب همیشه یکم حرفای یا عاطفی یا عکس العملی یک منحوی یک حرفایی داره که اونا رو میگذاریم برای خودشان از خودشان با سوال کنیم. پس بین این گونه بپرسون، جمعیت اپوزیسیون است یا شریک حکومت؟ شما عملا در حکومت وزیر دارین ولی آقای صلاح‌الدین موقفشان شما پیشتر گفته. خب مشکل ما می بود، مشکل ما می بود ولو که وزیرم نداشته باشیم. حال خواه از طریق دکتر سبابلوم جمعیتی آمد، از طریق ما کسایی آمد و حتی بیرونتر از خود ما کسایی را با رئیس جمهور موافقه کردیم، معرفی کردیم و رفتیم و یک جا شیشتیم و برنامهش خوششان آمد تعیین کردن. اگر چونین نمی بودم، ما مشروعیت نظام زیر سوال نمی بردم. البته انتقادهایی دارم، مشکلات نظام بباشین حکومت داره و کمکاری ها و ندانم های زیادی داره. یک حلقه، یک جمعیت کوچک که من اون روز با یک مصاحبه دیگه هم گفتم، یک جمعیت کوچک با اقتدار و قدرت بسیار زیاد ولی ناتوان که ضررشان بیشتر است. شاید من فکر می‌کنم رئیس جمهور اطلاع نداشته باشه و اونا کارشان علی توده ها و کتله های بزرگ جامعه است. حلقه کوچک رفتون کیست؟ تعصبات قومی را راه مندازن. من تا گفتم که اینا با تبانی بعضی از نهادهای عدلی قضایی مردم از سلاخی میکنن. کیا هستن اینا؟ خب نمیتونم اخلاق اندام بگیرین تا ماده قانونی از 34 از چند از نمیدونم. اما به عنوان یک رهبر مردم از شما انتظار دارن؟ تا زمانی که مظنون از طرف محکمه با صلاحیت و معتبر متهم شناخته نشود شما. ولی مردم از شما انتظار دارن. خب به مخاطر است که همین قدر براتون میگم. بسیار تشکر. بیاین در مورد اختلاف جمعیت یک مورد دیگر را بپرسم که موافقی تحلیل هستین که اختلاف میان شما عمدن انداخته شده تا شاید یک حلقه دیگر از این اختلاف سود ببرند و شاید از دوستانتان و از نزدیکانتان هم کسانی در این حلقه نقش داشته باشند؟ هیچ کسی در این راستا کسی را تشویق به این نکرده که در میان جمعیت یک آشوبی بپا شود. من شخص خودم با وجودی که در دوره انتخابات کمی مشکل داشتم که رئیس صلاح‌الدین خان، ولی همین را کنار گذاشتم که دور راستا ما جناب امیر صاحب سردار جهاد و جناب قانونی صاحب و نقیبی صاحب فرزند یکی از سرداران جهاد بزرگوار ما در قندار مولا نقیب آخوندزاده که معاون جمعیت هستند و همچنان امیر صاحب بسم الله خان که وزیر دفاع قبلی، ما یک مشکل ایجاد شده بود اینجا، گفتنش خوب نیست، نمیخواستیم دیگه به او دروازه بریم، ولی وقتی که دیدیم شرایط طوری آمده که نیاز است ما با هم باشیم و جمعیت در انزوا نبریم، من شخصا رفتم به صلاح‌الدین خان خانش رفتم، برش احترام کردم، گفتم که عین سلام برید، هر اختلافی که بود کنار میگذاریم، بیان که بحث بکنیم، جمعیت در انزوا نبریم.
چون دیدگاه ربانی صاحب سبب شد که ما تصمیم بگیریم. بعد بار دوم 12 نفر اعضای رهبری را از جلسه رهبری که جلسه بسیار کلان بود 12 نفر اعضا را روان کردیم که برن رئیس صاحب را تفهیم کنین، عذر کنین، بگن که در رأس جلسات تو باشی، در رأس تصمیم گیری ها تو باشی و کنفرانس مطبوعاتی میتونه روی وضعیت در رأسش تو بده باشی، در مسائل صلح همه به یک توافق میرسیم. اینا تحویل نگرفتن. باز بار اخیر ما و نقیب صاحب معاون جمعیت باز رفتیم 1.5 ساعت 2 ساعت عذر کردیم در خانه رئیس سلطان خانه ربانی، ولی به نتیجه نرسیدیم. او گپ های اضافی است که کسی رخ نکرده و دوروبر جناب ربانی صاحب سر قانون صاحب انتقاد میگیره. قانون صاحب یک شخصیت عالی قدر و محترم ما، یکی از سرمایه های ما. با او طرف ارگ میگن و کسای دیگر میگن. حتی دکتر سیب عبدالله دوست نزدیک و مخالف پیشینتان. این شما خو دیدین که ما که دکتر سیب عبدالله چقدر مشکل داشتم و حرفای رکی کم در آدرسشان اوله کردیم، ولی در این مرحله خواستم که مشکل حل باشه و از دکتر سیب حمایت کنیم که حمایت کردیم و در این پروسه کشی یک جا میریم. تا جلسه ای که ما چند نفر محدود بودیم، ما بودم، نقیبی صاحب، قانونی صاحب، واقف حکیمی صاحب، فکر میکنم استاد صاحب شاداب هم بوده باشه، چند کسای دیگر که حالا میشد نامشان شاید یادم نمیاد، و دکتر صاحب عبدالله. دکتر صاحب عبدالله بسیار واضح گفت تصمیم درونی جمعیت من مداخله نمیکنم، این مربوط به خودتان است، هر تصمیمی که میگیرین او مربوط به خودتان است، در بخش صلح هر حرفی که هست اینه ما در خدمتتان در کنارتان. اونا مداخله نکردن. آقای نور، حالا بحث صلح یک نقطه مهم است و در یک چنین شرایط اختلاف میان رهبران جمعیت موضع شما را در برابر مخالفینتان و در برابر طالبا و حامیانشان تضعیف نمی کنه در این موقعیت اساسی که افغانستان قرار گرفته؟ خب هر اختلاف خوب نیست، هر اختلاف نتیجهش طبعا منفی می باشه. نظر به ظرفیت کسایی که اختلاف خلق میکنه مخ آسیب میتونه برسانه، من مطمئن هستم که آسیبی کلان به جمعیت کسی رسانده نمیتونه. جمعیت ریشهش و کنده هایش یک دست است. پس جمعیت از هم پاشیده نیست؟ نه خیر، جمعیت یک جمعیت است. بعضی ها میگه که شاخه فلانی شاخه فلانی، جمعیت یک جمعیت است. شورای رهبری فعلا عالی ترین مظهر و مرجع تصمیم گیری و تمثیل کننده اراده کل جمعیتی است که اونا تصمیم گرفته. آقای نور، صلح به این قیمت میپذیرین که والی بلخ یک فرد منصوب به طالبا باشه؟ برای نتیجه صلح؟ در صورتی که صلح بیه میپذیرین و صلح را که والی بلخ یک فرد منصوب به طالبا باشه نه از شما؟ خب اگر از نظر حضور و شعای حضوری بگویم، خب طالبا در ولایت بلخ نفوذ گسترده ای نداره جز از چند تا قریه‌ای را که گاه پس و گاه پیش میشن، از اون نقطه نظر مستحق نیستن. اگر این در سرتاسر افغانستان یک تصمیم میگرفته شود که سبب قطع خونریزی شود، هیچ باکی نیست. بیایم در مورد نشست دوحه. چی چیز فکر میکنین گفتگوهای دوحه را این همه به چالش کشیده؟ تنها دیروز یک روزنه امید ایجاد شد که گفتگوها اندک پیشرفت داشتن. تیمی مذاکره کننده که رفتن از دو طرف هفت نفر تیمی تماس تنظیم شده بود که اینا دو تیمی تماس با هم بشینن سر آجندا، طرز العمل و روش کاری مجلس و مذاکره باید تصمیم بگیرن، سر اساس به توافق برسن که مبنا و اساس چی بوده باشن. متاسفانه اینا به توافق نرسیدن. علت به توافق نرسیدن فوزون خواهی ها و اعتماد به نفس کاذب بیش از حد طریق طالبا بود. اونا فکر میکردن که اونا خواه امریکا با دوحه با ما امضا کردن و ما دیگه برنده هستیم، امریکا هم میبره، ناتو میبره، دیگه نیاز نیست که ما قدر امتیاز زیاده به اینا بتیم. اونا هم دو دیدگاه دارن، یک دیدگاهشان خیلی افراطی گرایانه است که گویا دیگه مشکل حل است و کسی اگه با ما آمدن آمدن، اگر نامدن بحث جمهوریت و امارت مهم نیست، ما امارت پس احیا میکنیم. و یک مجموعش میگن نه تفاهم شوه با تفاهم پیش بره، ولی با یک قسمت فوزون خواهی ها این سبب شد که اینا به نتیجه نرسن. فرمودی شما دمی دو سه روز یک چراغ سبز روزانه امید باز شده، میبینیم
که حداقل اگر کسی خرابش نکنه دوباره با مصدر بالای اساس و مبنا و اصل آغاز مذاکرات که چی اساس قرار داشته و توافق رسیدن، این روش کاری و طرز العملی که آجندا را تنظیم کنه و بر مبنای او پیش بره کار به توافق رسیدن. مثلا یکی آمد موافقت نامه دوحه، دوم آمد که خواست مردم افغانستان، که خواست مردم افغانستان اون لوی جرگه است، واضح است که مردم افغانستان چی میخواه و ختم جنگ است. سومش تفاهم هر فیصله ای که بین موافقتی که بین دو تیم مذاکره میشه، و چهارمش هر آنچه که به مناسبت سال از طرف ملل متحد و زیر مجموعه او تصویب شده و حمایت شده، در اون شکلی نیست که اعلامیه کابل و مورد دیگه هم در او وارد میشه تا لوی جرگه ما. یکی از انتقادها پیش از ببخشیم در آغاز گفتگوها متوجه ترکیب هیئت بود و مخصوصا دو نماینده جوان این هیئت که یکیش فرزند ارشد شماست و یکیش هم فرزند ارشد آقای دوستم. شما نگاهتان به همین دو عضو هیئت گفتگو کننده چگونه است؟ به خاطر که فرزند خودتان است فکر میکنین عملکردشان خوب بوده یا نه؟ یک قضاوت دیگه دارین؟ طرح ما و یک تعداد شخصیت های دیگه ای بود که تیمی مذاکره کننده از دست اول باید برن، سقف بلند باید بوده باشه و تمام رهبرها و در پولیش جامعه مدنی خانم ها دولت افغانستان همه شریک باشند که با میز مذاکره که بشنن امو سنگینی و صلابت داشته باشند. وقتی که روبرو با طالبان میبینن میفهمن طالبان که با کی روبرو هستن که دیروز جنگیدن، چنانچه که من روبرو بهشان گفتم که ما شما خود دیروز جنگیدیم، هم دیگر خوب میشناسیم. اما متاسفانه او کار نشد به دلیلی که چون طالبان دست دومشان میاد بعد از ما هم دست دوم برن، بعد بسر دست دوم آمد. ما میفهمیدم که دست دوم یک کمی پروسه را دراز میکنه، طالبا یک کمی فوزون خویس را ایام میکنه، اما این تیم واقعا بسیار خوب درخشیدن. یعنی نه به این که از 21 نفر یکیش فرزندیم است و یکیش هم معاون جمعیت است، دو تا شخصیت های محترم جمعیت، عضو شورای رهبری جمعیت، جناب مجروح صاحب وکیل سابقه و یکی از فرمان شخصیت های نامدار هرات باستان و حفیظ منصور عضو شورای رهبری، چند کس از جمعیت هست، نه به خاطر که اینا اونجا عضو ده، ولی خوب درخشیدن، خوب دفاع کردن و حتی در مذاکرات که طالبات تانست امریکایی ها را به چالش بکشه و امتیاز زیاده بگیره اما نتانست که اینا را به چالش بکشه از بشه آقای نور، هدفی نیم سریم و گپ آخر شما. خالد نور هم جوانی است تحصیل کرده که یک بار رفت سن هرس اکادمی شایی انگلستان خوان، بعد آمد در جورج میسن امریکا در اونجا درس خوان و در رشتهش هم حل منازعات بین ملل است. چون در کار انداختیمش اصلا خوب باید سطح بلند میره، وقتی که سطح دوم شد باید کسی از مجموعه ما که درد و رنج مردم بلد بوده باشه و از درد و رنج جوان ها بلد بوده باشه که با ما در و کو دشت در با مداش اجای سختی ها را دیده، اینا میفهمن که چی رقم دفاع بکنن، اینا میفهمن که چی گونه از حق مردم از خواسته جوان مردم جوان افغانستان دفاع بکنن. یک بحث است که خودتان مخالف میراثی بودن هستین، مخصوصا در جمعیت نه در جمعیت همی واکنش نشان دادین. هدفی است که نمیخواین همه چیز به خودتان باشه، به اولادتان باشه، دیگران نفع باشه. اینجا اشتباه نگیرین، شما ببینید که ما وزیر تعیین کردیم، ما در کابینه گذشته 5 وزیر علاقل تعیین کردیم، یکیش از قوم خیش ما اولاد ما نبوده، رئیس و موین تعیین کردیم، ولی تعیین کردیم، یکیش از قوم خیش و نزدیکی های خیشواندی و فامیلی ما نبوده. ای خو مذاکره کدام امتیازی نیست، ای خو کدام چوکی نیست، این میره چنه میزنه بیشتر از دو ماه اونجا خو هستن که برای مردم خود از حق مردم خود دفاع بکنن. این مذاکره خلاص شد باز چی میشه؟ اینا خود کدام چوکی نیست که برای امیر پرینا بمانه. پدرش جنگیده شوروی را در شکست شریک بوده، در شکست طالبا و ترک طالبا و کسایی که یاقی که دنیا بوده شریک بوده، ولی بچهش
در آوردن صلح برای مردم خود خدمت میکنه، نه اینکه حق مردم رو میراثی بگیره. شما به عنوان یک رهبری که در انتخابات تا اندازه زیاد روشن شد که آقای غنی را حمایت میکردین و با مخالف دیروز رفیق گذشته و بازم رفیق امروزتان آقای عبدالله دوباره رابطه تان خوب شده، این دو را در مورد گفتگوهای صلح مشوره میتین یا از شما مشوره میگیره؟ بله، تا هنوز چند مشوری با کی؟ با دکتر سبدالله؟ با اردو ایشان، هم آقای غنی و هم آقای عبدالله. با دکتر سبدالله مشورایی داشتیم، بله، هم مشوری تنهایی داشتیم، هم دو به دو، سه و سه داشتیم، هم پنج شش نفر از رهبرها یک جشیشتیم مشورایی داشتیم و اونا روحی مشوره در راستا دارن. در ابتدا با رئیس و جمهور هم بله مشورایی داشتیم در رابطه با اجماع ملی، در رابطه با ایجاد شورای عالی رهبری و تیم مذاکره کننده و روش های لازمی که باید مشوره می شد که روی دست بود مشوره داشتیم، ولی دی وقتا نه مشوره نداریم دی وقتا، با مخاطر که ایوان وقت کمی انتقاد می گیریم که اجماع ملی واقعی باید رئیس و جمهور به میان بیارن که همه طرف ها با توحید دیدگاه و با یک فکر واحد از یک موضوع مشخص زیر یک چتر قدرتمندانه برن به طرف مذاکره. اینطور نمیشه که یک دو سه شخص به تنهایی تصمیم بگیره، این عملی هم نیست و این قابل قبول هم نیست. آقای نور، فکر میکنین اما علقی را که پیشتر نام بردین حتی در گفتگوهای صلح هم رئیس جمهور تلاش میکنن دور بزنن؟ بدون شک، بله، امی واجه های اساسیت برانگیزی که در مطبوعات، در خود مطبوعات داده میشه، روایت غلط خوشنود آمیزی که در خور مطبوعات و رسانه ها داده میشه، حتی این کار معاونین رئیس جمهور میکنه و کسای دیگه هم همچنان، طبیعی است که این اساسیت برانگیز است. این فجارای پیهم کابل و اوضاع بد کابل روی اینمی اساسیت هایی است که بعضی مقامات مثلث بلندپایه ارگ راه مندازن و نتیجه شمی است که توانش ملت عزیزی ما میده. در مورد سال آخرین پرسش، پس نگاهتان هنوزم به دوحه خوشبینانه؟ بسیار امیدوارم نیستیم ولی بدبینم نیستیم، ولی تلاش کار است که زحمت کشیده شود. ما مطمئن هستم که فعلا تنها قطر تشکیل کننده است و بعدها شاید امریکا، ممکن ناروی، جرمنا، اندونزیا، امکان داره ازبکستان کشور همسایه ما و بعضی کشورها من حیث کشورهای تحصیل کننده این مذاکرات سر بلند کنن و وارد میدان شوند که این میتونه فشار بیاره به بالای هر دو طرف، یک قدمی به طرف صلح بیشتر بگذاره. آقای نور، وقتی آمدین بار آخر به بلخ حرفتانی بود که آمدین مخالفین را سرکوب کنین در این ولایت در جایی که می جنگن، واقعا آغاز کردین سرکوب طالبان را؟ یک چیز برایتان بگویم که ما یک روز هم از کشور فرار نکردیم در دوره جهاد و در دوره مقاومت، مقاومتی که تمامی افغانستان تقریبا گرفته بود، تنها پنجشیر مانده بود که قهرمان ملی تانست مدیریت بکنه و همه طرف ها را طرف خود جمع بکنه و ما با 16 نفر و در ایسوف فشی رفیقای خود که آقای وحدت خانش پایین شدیم، از برادر حرکت اسلامی بودن در وخالی امرای حزب وحدت، از جناب اساس مخ خودش به بلخاب رفته بودن، مبارزه را شروع کردیم. البته با جمعی عذابی که در اونجا ما تانستیم همه هنگ پیش بریم، وطن بالاخره نتیجه می شد که سهر ما گسترش بتیم، نیروهای ما زیاد شد و وطن آزاد کنیم و در این جنگ شما می فهمین که الوا پخش نمیشه. وقتی که ما در دوره شکست شوروی، باشن رژیمی وابسته به شوروی سابق، شکست دکتر نجیب وارد ولایت بلخ شدیم، اولین ولایتی که در سطح افغانستان آزاد است، اولین شهری که ما شخص خودی ما داخل شدیم، دو در موارد امی دوره پیروزی 19 سال قبل 18 عقرب شبش ما نیروها را وارد شهر مزار شریف ساختیم. البته دیگه دوست عزیزای من بودن، ماشا صاحب من بودن، اساس مخه حرکت اسلامی و دوستای زیادی بودن، ولی چون بچه های ما شهر بودن اینا را وارد شهر کردیم. روز 19 عقرب قهرمانانه وارد شدیم، یعنی ما دایره زده نیامدیم، ما جنگ کرده آمدیم با زور و بازوی پرتوان فرزندان عزیزی وطن و با زور میل تفنگشان و با ریختن خونشان
فداکاری کردن آمدیم و وارد شدیم. حالی هم حرف ما بود که ما قوای مسلح بسیار قدرتمند داریم، تجهیزات و امتیازات بسیار خوب داریم، ولی کمی مدیریت و هماهنگی با مردم نیاز است. اگر حرفی ما را شنیده باشین گفتم که دولت ممانعت نکنه و چیزی دیگه فکر نکنه، فراقانونی فکر نکنه، حالا شنیدیم که دولت، حکومت امیر روحیه را داره که نیروهای محلی و خیزشای مردمی، مفرزهایی که از طریق عملیت ملی تنظیم میشه و تنظیم شده با قوای مسلح افغانستان یک جا، خصوصا با اردوی ملی، برن به تصفیه بعضی مناطق. یعنی حکومت در پای ملیشه سازی است؟ ملیشه سازی نه، در پای آزادسازی مناطق است که اگر این روش بده باشه در پولی که ما صلح را اولویت میتیم، اما نمیشه که ما صلح گفته بشینیم کسی بیه ما را کشته بره و جغرافی ما را گرفته بره و فرزندان ما را انا لله و انا الیه راجعون گفته، تسلط گفته و دفنش بکنیم. اگر طالبا به صلح اولویت میده ما دست ما بالا صلح میگیم. اگر اینا خشونت دوام میده چنانچه خشونت چند برابر شده بعد از شروع مذاکرات، پس نیاز است که ما عموم مردم خود دوباره تجهیز بکنیم. ما برتان نمیجا قول میتم اگر حکومت همکاری درست کردیم ما بکنه یک جای با قوای مسلح، چنانچه امرای قماناس به قلوردام یک جوان خیلی کارکن زحمتکش است، آقای هیبت الله علیزی که من منیسی برادرزاده دوستش دارم که پدرشان قماندان امنی ولایت بلخ بود که بسیار یک دوری خوب و خاطر خوب به میراث گذاشته که بسیار دوستشان دارم، احترام دارم، جوانی با روحیه، مدیری خوب و جرات مندانه میتونه کار بکنه. صحبت های بسیار خوبی داشتیم که انشالله در آینده شاید ببینین یکم کارهای ممکن را بفته. حکومت افغانستان یا کشور دیگر برای شما سلاح برای جنگیدن نمیده؟ نفهمیدم. حکومت افغانستان یا کدام کشور دیگر برای شما وعده سلاح یا امکانات فراهم نمیکنه به جنگین با طالبان؟ چون ما صاحب یک نظام هستیم، صاحب حکومت هستیم، از کشورها سلاح نمیخوایم و نیازم نیست که ما مستقلانه از کشور سلاح بخوایم. به خاطر ما نیاز ملیه خود با حکومت شریک ساختیم. آقای نور، امواره شما و آقای دوستم در شمال افغانستان بحثتانی است که حکومت ما را همکاری کنه که ما در تأمین امنیت شمال گام برداریم، اما وضعیت در شمال روز به روز بدتر میشه. انتظار مردم در شمال افغانستان از شما به عنوان رهبران کلام سیاسی است که یک کاری برشون انجام بدین. تا چه زمان وضعیت بدتر شده بره و شما بگوین که ما انتظار حکومت داریم؟ خب این نقطه اخیر است که باز بالاخره ما خود وارد میدان شویم، چون احترام به قانون، احترام به نظام، احترام به نیادهای رسمی و قانونی حکومت ما در این سرزمین، اینا رو باید زیر سوال نبریم. وقتی که دیدیم نه، مردم ما کشته شده روان است و حکومت هم سعی میبینه و نمیخواه، او حرف آخر است که باز ما خود ما مستقلانه وارد میدان خواهد شد. مثل گذشته ها ما را در جهات که رفتیم کسی دیپوها را در اختیار ما باز نکرده بود. در مقاومت دوره اول که ما رفتیم، وقتی که میجنگیدیم، کسی دیپوها را برای ما باز نکرده بود. با مرمی های زنگ زده، با نان جوین، با نان خشک میجنگیدیم. حال ما تاکید به این داریم که چون تجهیزات به اختیار حکومت است، مهمات به اختیار حکومت است، تیاره ها به اختیار حکومت است، هوا و زمین به اختیار حکومت است، اینا باید نیروهای مردمی را و با مشوره رهبران محلی اقداماتی برای تصفیه و تامین امنیت مردم روی دست بگیرن. در غیر او بازی وضعیت در نهایت قابل قبول نمی باشه. ناامنی در شمال افغانستان به سود کیست؟ ناامنی به سود طالب هست، به سود اوباش هست، به سود استفاده جوها هست، به سود قاچاقبرا هست، کسایی که مثل کرمای میکروبی که در آب زلال زندگی نمیتونن، در آبهای گندیده خود تغذیه میکنن. اون کسایی که در جامعه قانونمند زندگی نمیتونن، اونا در جامعه پرآشوب و اندرشی میتونن خود تغذیه کنن و به نفع خود برآورده بکنن. آقای نور، مشاور پیشین ترامپ با وضاحت گفت که ما طالبان را ترجیح دادیم نسبت به حکومت برای مسئله خروج از افغانستان. فکر میکنین طالبان از راه جنگ پیروز شود؟ من بعید میدونم که طالبان در فکری بوده باشه که پیروز میشن و میان وارد افغانستان و همه
جغرافی افغانستان تصفیه میکنند، چون در گذشته اون تجربه شده دارند. در گذشته خود تمام آقیای دنیا پشتشون بود. در گذشته بدون شک آل پاکستان خود برای صلح میخواهم کاری بکنه، و در گذشته تمام نیروی پاکستان و احزاب افراطی پاکستان هم پشت سرشان بود، چچنی و عرب و کشورهای دوره قفقاز و حتی طالب امریکایی و اسلحه‌ای ما در روز آخر دستگیر کرده، اینا هم کارشان بود. در اون وقتی که نتونستن افغانستان حفظ بکنن و آل ارگس نمیتونن، این کشور رو باید بدل کنن. آمدن بایدن و قدرت را به نفع پروسه سال در افغانستان میدانید؟ چی ترامپ بود، چی بایدن میاید و یا کسی دیگه میامد، برای امریکا منافع ملیشان مطرح است، مهم است. او چیزی را که استراتژیست ها و امو تصمیم گیری هایی که پشت پرده امریکا برای حفظ منافع ملی، یکی خود خط سرخ است، اینا چهار چوکات سرخ است، از این درون هیچ کسی نمیتونه که به اصطلاح عدول بکنه. هرچی که منافعشان بود امور اینا عملی خواهد کردن، ولی امکان داره با روش تکتیک، با روش یا طرز العمل جدید، یا وقتگیر باشه، یا تغییر بعضی چهره ها. من معتقد به ایستم اگر بایدن بخواید که پروسه نتیجه بده، شاید دکتر خلیزاده حفظ بکنن، به دلیلی که او حالا با طالبان بلد است، با مسئولین و رهبری افغانستان هم بلد است. خود آقای خلیلزاد چگونه است؟ یک مطمئن ناکام است یا کامیاب؟ خب تلاش خود کرده، او خب برای منافع امریکا کار میکنه، ولی بدون شک یک کمی ممکن دلش به افغانستان هم بسته، چون زادگاهش افغانستان بوده. یک نگرانی با آمدن بایدن به قدرت است که دست پاکستان رو باستر می سازد و مسئله افغانستان هم نسبت به نگاه گذشته این فرد به و تمایلش به پاکستان. خب در گذشته که معاون بود ممکن رئیس جمهور که میشه دیدگاه فرق میکنه. اگر اینا بخواین که مدیریت منطقه را به یک کشور بدن و افغانستان الهام گرنده سیاست خارجی و کشور بوده باشه، این عملی نیست. اینا به استراتژی خود ناکام میشن، چون امریکا را میدونن که استراتژی آسیای جنوبیشان ناکام شد، استراتژی آسیا پاسیفیکشان بسیار بطی پیش میره و بعضی برنامه زیادی دیگه دارن، اقتصادی و جلوگیری از چین که اقتصاد دنیا را به دست گرفته و چند دهه بعد منعیس یک قدرت تبدیل خواهد شد و امکان داره که روسیه پس دوباره منعیس یک قدرت سر بلند بکنه. در بسیاری از برنامه‌هایشان اونا نتونستن موفق باشن، مثلا کره شمالی را جلوی اتمی شدنشان نگرفتن، مشکل خود با جمهوری اسلامی ایران حل نتونستن، افغانستان تامین امنیت نتونستن، و اگر کاری که بر وفق مراد مردم افغانستان نبوده باشه و در او اجماع منطقه‌ای بین کشورها نبوده باشه و چالش بالای امریکا بیشتر خواهد شد. یک مسئله دیگه بحث حسن نیت پاکستان است. عمران خان آمد به کابل، یک توافقنامه هم ظاهرا امضا کردن با آقای غنی. چقدر فکر میکنین پاکستانی ها واقعا دیدگاهشان نسبت به مسئله افغانستان تغییر کرده؟ این گذشت زمان باید جواب بده، چون ما امید توقع را، ما و دولت ما و مردم ما امید توقع را از کشور همسایه دارن، ولی در گذشته چنین نبوده. اگر حمایت پاکستان با طالبان نمی بود، طالبان تا این دم دوام نمی کرد. حتی شما ببینید که پاکستان تانست حضور امریکا را به چالش بکشه و در استراتژی که برای تامین امنیت در افغانستان یا تامین دموکراسی و ملت دولت داشت، امریکا ناکام ماند. ناکامیش شما یقین دارید که از جانب پاکستان، یعنی پاکستان تانست مدیریت بکنه که امریکا رو خوب به چالش بکشه و هم از پیشان باج بگیره. اما حال من که سفر به پاکستان کرده بودم، یک شب میمان رئیس جمهور بودیم، کنم گپای خوب داشتن و یک ملاقات با خود عمران خان داشتیم. یک شوخی هم کنم، خانه دومتان خانه است پاکستان؟ خانه اول و دومی ما یعنی افغانستان است. خانه دومی ما میتونم که ولایت ها بوده باشه، خانه اولی ما مزار، خانه دومی ما دیگه ولایت ها بوده باشه. من نمیخوام که زبان هیچ کشور شوم، ما میخوام که زبان منافع ملی خود بوده باشم. با عمران خانم که صحبت کردیم، حرفای خوب داشت. حرفش اون بود که در کشور همسایه ما جنگ است، این آتش و شعله دامن ما را میگیره و 40-42 سال است که همسایه و برادر ما با آتش جنگ میسوزه، و گفت یک حق دیگه هم برای ما افغانا داره، چون خونی ما
از در خون ما، در رگای ما خون افغانا در چی است گردش از بابای ما گفتن از غزنی رفته. خب این طرح یک عاطفی صحبت کرد و همچنان گفت که اولین بار است که دیدگاه ملکی ها و نظامی ها با هم هماهنگ است. گفت بین ما و نظامی ها هیچ تفاوت دیدگاه در آوردن صلح و ثبات در افغانستان وجود ندارد. اگر چنین بوده باشه ما این را خوشبین می باشم که همکاری پاکستان میتونه بسیار مؤثر تمام شود. برعکس عدم همکاری پاکستان میتونه که بسیار مضر تمام شود. و یک مسئله هم است که تقابل میان هند و پاکستان یک نگرانی جدی است. شما به هند رفتید، ایندیا برتون چی گفته؟ بدون شک هند و پاکستان در جستجوی منافع خودشان است، اولویت میتن منافع خودشان است و هر دویشان از همدیگر تشویش دارن. اگر پاکستان در اصل مدیریت منطقی بیایه منافع هند اینجا صدمه میبینه. اگر هند در عمق عمق استراتژیک یا حضور گسترده در افغانستان داشته باشه پاکستانی را خوش نیست. او گپی اونا هست، ولی ما بیلانس موازین را باید در نظر بگیریم. یکیش همسایه ماست، یکی از کشورهای دوست خوب و منطقه‌ای ماست که از افغانستان به هیچ کشوری ضرر باید نرسه. این حق افغاناست، این حق کشور ماست. کشور افغانستان است که با پاکستان، با هند، با آمریکا و با ایران و یا کشورهای دیگه یا با روسیه با آمریکا بیلانس عیز بکنه، مبتنی و اصول بر منافع کشور خود ما. ما نمیتونیم که یک کشور خفه شوه که چرا تو دوستی داره با دیگه کشور، ولی اولویت منافع ملی ما بوده باشه. ما هیچ کشور را باید عدس نتیم، ما هندوستان هم نباید عدس بدیم. هندوستان یک دوست خوبی افغانستان است، در هر شرایط به درد خورده. ما مشکل خود باید با پاکستان با تفاهم و دیالوگ حل بکنیم. سرحد 2000 کیلومتر سرحد داریم، منافع ترانزیتی داریم، منافع تجارتی داریم، منافع اقتصادی داریم، منافع سرمایه‌گذاری داریم، انتقال انرژی، پایپلاین گاز، تاپی و کیبل برق اینا را داریم. مشکلشان حل شده، ما خوش هستیم. یک زمانی که شما والی بودید در بلخ، بلخ به عنوان یکی از نمونه های امن ولایات افغانستان شناخته میشد و همه بسیار براحتی، حتی ما خودم به عنوان یک خبرنگار نیمه های شبم به بلخ سفر میکردم و هم با موتر. اما امروز چنین نیست آقای نور، ولی شما هنوز هم به عنوان رهبر مردمی در اینجا شناخته میشین. چی باعث شده؟ اگر همین سوال رئیس رو به جمهور بکنین خوش میشم. فکر میکنین حکومت وضعیت به اینجا رسانده؟ ما چیز در این رابطه نگم، نو کامنت. بسیار تشکر آقای عطا محمد نور، رئیس شورای اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان. ممنون شما بیننده هم که وقت گذاشتین. خدا نگهدار.